سلام خدمت دوستان، با چنل ما خوش اومدید. از همین اول ویدیو میگم که اگه هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید چنلمون رو و یه لایک، دیسلایک، کامنت، هر چی که هست بذارید که سابتون نریزه، چون با فیلتر شکن احتمالا میایید، ممکنه که سابتون بریزه. و تو این ویدیو میخوایم جدیدترین برنامه ها رو، بهترین برنامه هایی که میتونید تو اندروید و آی او اس داشته باشی بهتون معرفی کنیم، بگیم که چی هستن، چون خیلی ها تو دایرکت میپرسن هنوز. البته من یه ویدیو قبلا داشتم که معرفی کردم چند تا رو، ولی خب کم بودن اون موقع، ولی الان خیلی هن مفصل داریم برای همشون. اکثر این برنامه ها رو من قبلا آموزش و معرفی و ایناشو کردم، ولی خب میخوام تو این ویدیو کامل همشو معرفی کنم که دیگه صحبت و سوال و حرفی نباشه. اولی که ویواکاده. ویواکاد برنامه کار باهاش متوسطه، نه خیلی سخته نه خیلی راحت. بارکود و اینا هم میخوره، به درد بخوره، افکت و اینا هم داره، میذارید روی فیلم افکت و اینا داره، ولی به درد میخوره ولی نه زیاد. خب بعدی الایت موشنه. الایت موشن دیگه خفن ترین برنامه‌ای که تو میتونی تو اندروید داشته باشی. حالا من اندروید گوشیم، خفن ترین برنامه‌ای که تو میتونی تو اندروید داشته باشی اینه. کار باهاش سختی یه ذره، ولی خب به درد میخوره. اما مشکلی که داره یکم ارور میده، لگ میشه، قفل میکنه، اینا هست، ولی خب دیگه خفن تر از این نمیتونی پیدا کنی. با همین کنار بیای که بهتر از این نیست دیگه برای اندروید. برنامه بعدی کاین مستر. کاین مستر خیلی به درد میخوره. کار باهاش هم نسبت به الایت موشن خیلی راحت تره، ولی به کاربرد ویواکات نمیرسه. کار باهاش راحته، ولی یکم برای اولین بار بری توش یکم اون جوش سخت نشون میده، ولی خب آنچنان سخت نیست. ولی چیزی که هست با آنلایک نصب کنید شما. برای من آنلایک هست، پچ لوگو هم هست. خیلی پرسیدن که این پچ لوگو چیه، این لوگویی که زیرش هست و کلا فرق داره کوین مستر تو. کوین مستر من فرقش مثلا ظاهرشه و یه سری افکت های اضافی توش گذاشتن به خاطر همون پچ لوگوه. پچ لوگو رو نمیتونی واقعا جای گیر بیاری مگه اینکه سازندهشو سراغ داشته باشی و بقیه بهت بدنش. من خودم از یکی خریدم این پچ رو تا پیداش کردم، ورژن جدیدش هم هست. من این پچ رو بهتون میدم، این کوین مستر رو، ولی چیزی که هست خیلی وقته که گفتم بهتون میدمش، قولش رو دادم که 1000 تا سابسکرایب که رسید چنل یوتیوبمون، اینو میذارم توی کانال تلگرام، میتونید دانلود کنید خیلی هم راحت. من به یکی از دوستامون دادم این چیزو مجانی و برد پخشش کردمش گرم، ولی خب خیلی هنوز ندارنش، ولی میذارم براتون. 1000 تا سابسکرایب که رسیدیم، که به زودی هم میرسیم به امید خدا، میذارم اینو براتون. ولی میتونید تا اون موقع کوین مستر آنلاک معمولی که تو گوگل هست نصب کنید. بعد یه اپ که ادیتور پرو، نسخه غیر پروش هم هست، ولی خب پرو بهتره دیگه. این واسه ادیت فیلم و اینا نیست، ولی باش میتونید برنامه ها رو ادیت کنید. مثلا با این میتونید توی کوین مستر فونت بذارید، یعنی خودت کوین مستر همچین امکانی نداره که بتونید توی فونت خارجی بذارید، مثلا از توی گوشیتون بفرستید توی کوین مستر فونت رو، ولی اپک ادیتور براتون این کارو میکنه. من آموزش گذاشتن فونت با اپک ادیتور توی کوین مستر هم گذاشتم قبلا، میتونید برید ببینید. بعدی پیکس آرت. پیکس آرت که فکر نکنم نیاز به معرفی داشته باشه، همتون میدونید واسه ادیت عکس میشه باش کار کرد، ادیت عکس کاغذی هست، کلی چیز دیگه هست که من آنچنان سررشته در ادیت عکس ندارم که بخوام توضیح بدم براتون، ولی افکتو اینو میزنم روش. بعدی واین کال نمیدونم حالا چی هست، ولی خب من زیاد ازش استفاده نکردم، بیشتر واسه دکور گذاشتم اینجا. اینو یه سری طرح آماده داره، واترمارک هم میزنه چون نسخه پروش موجود نیست، به درد کار خیلی ساده میخوره. بعدی اب پلیر. اب پلیر بعد از الایت موشن برای من اب پلیر کاربردی داره، یعنی میخوام رتبه بندی کنم
اول لایت موشن، بعد اول پلیر. اول پلیر واسه ادیت فیلم نیست، ولی خودش فیلمو میسازه برات. یعنی منظورم از فیلم اکولایزر براتون میسازه. اکولایزرایی که من میسازم این برام میسازه همه رو. اینو چیز کنم، این همه رو برام میسازه. اون اکولایزر رو خیلیاتون پرسیدید. البته من خیلی دو سه هفته پیش آموزش کار با این برنامه و ساخته اکولایزر رو گذاشتم براتون. یه ذره طراحی آماده داره توش، میتونه از اونا استفاده کنید اگه طراحی بیشتری میخواد. یه چند تا رایگان گذاشتن توی چنل، میذارم بازم رایگان، و اگه بیشترم میخواید میتونید بخرید. نمیگم حتما از من بخرید، ولی منم میفروشم، بقیه هم هستم میفروشم، میتونید از اونا هم بخرید. حالا کار بینش نداریم، چون تو طرحش کار میشه و نمیشه رایگان گذاشت. حالا من رایگان چند تا هم گذاشتم، ولی خب فانی میتم قبلا معرفی و راه اندازی و ایناشو گذاشتیم. حالا جام یه توضیح میدیم. فانی میت یه برنامه است مثل واین کال، ولی خب بهتر، چون طرای آماده اش خیلی بیشتره. باش میتونید عکساتونو شکل و اشکال بهش بدید. واسه متن توصیه نمی کنم از این استفاده کنه، ولی خب میشه بازم استفاده کرد. این شات بعدی، این شات که دیگه همتون دارید احتمالاً، نیازی به توضیح هم نداره. این شات برنامه ساده کاربردی، ولی خب آنچنان چیزی که خروجی بهتون میده با مقایسه اینا نمیشه کرد، چون ساده است کاربردش. چیزی که میده هم ساده است بهتون. VN یه برنامه است که کمتر کسی میشناستش و کاربردش در حد همین فانی میته. خب ولی یه ذره جالبتر، یه ذره سخت‌تر هم شده نسبت به فانی میت، ولی کاربردش بالاتر. شیک میده به ویدیو، افکت میزنه روی ویدیو، به درد میخوره اینم برای من. بعدی گوکات، گوکات فکر کنم، حالا نمیدونم تلفظش چیه، برای من زیاد ازش استفاده نکردم، ولی خب از لوگوش هم معلومه. باش میتونید اشکال نئونی روی عکس و فیلماتون بذارید، عینایی که مثلا روی عینک شکل نئونی و درخشان میچرخه با این هست. البته اون با کامپیوتر، ولی خب با این هم میشه گذاشت، ولی نه به اون زیبایی. ولی برای گوشی و اندروید دیگه همین، تا همین حد انتظار میره ازش. بعدی لایت روم. لایت روم از برنامه های ادوبیه که روی کامپیوتر بوده، روی پی سی بوده، و الان برای اندروید و آی او اس هم گذاشتنش. حرفه‌ای برای کسایی که ادیت عکس میکنن خیلی به درد میخوره، نورانی میکنه یه سری از بخشای عکس رو، و من آنچنان کار روی عکس ندارم. حالا ازش استفاده کردم ولی نه زیاد و حرفه‌ای. فتوشاپ هم که فتوشاپ اصلی، مثلا بقیه رو میگن فتوشاپ، این فتوشاپ اصلی که اسمش فتوشاپه و روی کامپیوتر بوده از همون نسخه ادوبیه، ولی برای گوشی هم الان ساخته شده. کار باش افکت و اینا روی عکس میذارن، افکتاش هم جالبه. حالا من کاری به عکس ندارم زیاد. بعدی کپکاته. کپکات واسه کسی که مثلا بلد نیست با ویواکات و الایت و اینا کار کنه، برایش سخته، بهش توصیه میکنم بیاد سراغ کپکات. کپکات برنامه مثلا طراحی آمادهش خیلی، مثلا از حساب کنی از فانی میت اومد بیرون، از فانی میت و واین کال و وی ان و اینا، این خیلی بهتره طراحی آمادهش. ولی خب بعد این مدت براتون تکراری میشه، ولی خب خفنه طراحش. کسایی که نمیتونن با اینا کار کنن بیان با این کار کنن، کار حرفه‌ای نیست، چون بعد این مدت تکراری میشه براتون. بعدی هم متن نگار. متن نگار هم که از اسمش معلومه دیگه، نگارش متن میکنه. باش میتونید متناتون رو بنویسید، بعد پی ان جی ذخیرهش کنید، بیارید توی کلیپاتون استفاده کنید. فونت فارسی هم تا دلتون بخواد توش هست، خیلی هم هست و میتونید ازش استفاده کنید. کیوت کات هم که کمتر کسی ازش استفاده میکنه، چون خیلی سخته باش کار کردن و من کم کم دارم باش راه میافتم تازه، ولی خب به درد کارهای خیلی حرفه‌ای میخوریم. کسی که زیاد حرفه‌ای نمیخواد کار کنه، نه از سراغی بیادم برنامه‌های طرحهای آماده استفاده کنه. کیوت کات یکم سخته.
و رمینی نمیدونم حالا تلفظش درسته یا نه، رمینی برای من کاربردهای دیگه هم داره، ولی خب برای من کیفیت عکس ها رو بالا میبره، که مثلا عکس هایی که کیفیتشون پایینه با این کیفیتش رو بالا میبرن. بعدی ویدیو تو MP3، از اسمش هم معلومه، ویدیوهاتون و اون فیلم هایی که دارید و مثلا آهنگش رو میخواید یا اون صدایی که تو این ویدیو هست رو میخواید. این برنامه وقتی بیایید این ویدیوتون رو بذارید تو این برنامه، اون آهنگ و اون صدا رو از تو ویدیو اکسترکت میکنه، استخراجش میکنه، به عنوان یه فایل MP3 یا فایل صوتی بهتون تبدیلش میده. و همین، حالا این موشن نینجا هم که حالا من ازش استفاده نکردم که بدونم چی هست، کنم به در نمیخوره، همینجوری الکی گذاشتم اینجا من حسابش کنم. خب همینا بود دیگه. خیلی ازم پرسیده بودن که برنامه ها چیه، اسم برنامه ها رو بگو، اینو بگو، اونو بگو. من قبلا معرفی کرده بودم خیلی از برنامه ها رو، ولی خب بعد از اون کلی برنامه اضافه شد، مخصوصا برنامه های طراحی آماده، خواستم همه رو معرفی کنم که برنامه کلیپ سازی همین هست، یعنی دنبال برنامه عجیب غریب نباشن، همین برنامه هایی که شما نمیتونید باش کار کنید بعد میگید این برنامه ها نیست، همین برنامه هست، فقط مهارت میخواد. ما آموزش این ویدیو ها رو هم میذاریم توی چنلمون، همه رو میتونید اونا رو ببینید. اگه حرفه ای کار میکنید بیاید با الایت موشن و اینا کار کنید و اول پلیر. ممنون که این ویدیو رو تا اینجا دیدی. اگه هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردی، سابسکرایب کن، و اگه به دردت خورد این ویدیو و یه برنامه، به حداقل یه برنامه رو شناختی و میخوای نصب کنی، همین الان لایک کن این ویدیو رو، یه کامنت هم بذار که این لایک و سابسکرایب ها نریزه، چون با فیلتر شکن اومدی احتمال زیاد سابسکرایب ها میریزه و لایک و کامنت جای دوری نمیره واقعا. مرسی از اینکه این ویدیو رو تا اینجا دیدی بازم، و تا آموزش بعدی خداحافظ. تو که استخون عاشقا جغدشون رو بوم شاعرا، ساسکوت با دخل خرج کاسبا، پس کل هم تو پول ماجرا فقط.